بسیاری از جنبه‌های فرهنگی افغان به طور سیستماتیک نابود شده، پاک شده و یا فراموش شده. اما آرشیو افغان فیلم تقریباً دست نخورده و به طور کامل محفوظ مانده. آن هم در خلال این سالهایی که بسیاری چیزهای دیگر سوزانده، غارت و یا نابود شدند. من یک فیلمساز هستم، در کانادا تولد شدم، اما پدرم افغان است، از هرات است، مادرم امریکایی است. اما من هر وقت یک ارتباط بسیار قوی برای افغانستان داشتم و به خاطر از او در 2005 بعد از اینکه از پانتون فرق شدم، من به افغانستان رفتم برای اولین بار. من میخواستم که تاریخ افغانستان از دید هنرمندهای افغانستان نشان بدم و به خاطر از او همی فیلم مستند تجور کردم. وجود آرشیو افغان فیلم را مدیون کسانی هستیم که آنجا با اعتقاد راسخ کار میکردند. این آرشیو تصویری از افغانستان قبل از جنگ و ویرانی است، افغانستان دیگری که زمانی وجود داشته. کارکنان آرشیو معتقد بودند که این فیلم‌ها در زمان ما حرفی برای گفتن دارند. انواع و اقسام فیلم در این آرشیو هست. فیلم هایی که پروپاگاندا هستند، فیلم های هنری، فیلم های اعتراضی و مستندهای بسیار زیبا از تاریخ افغانستان رو اینجا میبینیم. وقتی ما اینا رو کنار هم قرار میدیم، به شکل باور نکردنی تاریخ مصور افغانستان رو میبینیم که از دل این تصاویر که مثل موزاییک کنار هم گذاشته شدن پدیدار میشه. میدونی نسرین، هنر آمیخته با احساس است. هنرمندی که احساس هنری نداشته باشه، کارش ارزش هنری نداره. برای من خیلی جالب بود وقتی فهمیدم افغانستان این تاریخ فوق‌العاده غنی و عمیق سینمایی رو داره، تاریخی که من کاملا ازش بی اطلاع بودم. بعد فهمیدم خیلی های دیگه هم ازش بی خبرن، انگار یک گنج پنهان رو پیدا کرده باشم. چقدر مقبول میگه باری؟ در سال 1968 افغان فیلم با کمک مالی دولت آمریکا به عنوان یک نهاد پایه‌گذاری میشه و بعد از اون فیلم‌های بیشتری ساخته میشه. ولی نکته جالب اینه که در دوران حکومت کمونیستی با سرمایه‌گذاری شوروی سابق شاهد دوره‌ای طلایی در سینمای افغانستان هستیم. میتنگه امروز خدا به نام لینین کبیر رهبر کارگران جهان آغاز میکنیم. انقلاب برگشت ناپذیر است. یک اینچ نیم سانتی برگشت نمیکنیم. مالم عزیز، ما نفهمیدیم تو از کدام مادر زایده شدی. خیلی تو هم روسی هستی دیگه. خاموش مرتجی. یکی از مهمترین فیلم هایی که بهش برخوردیم فیلم خانه تاریخ بود که یک فیلم اعتراضیه، یک مستند بسیار قوی که در سال 1996 ساخته شده و داستان جنگ داخلی رو بیان میکنه. با تصویرهای پایتخت افغانستان کابل که ویرانی شهر رو نشون میده و تصاویر موزه ملی افغانستان که کاملا غارت شده. این برای من الگوی خیلی خوبی بود برای فیلمی که خودم میخواستم بسازم. فیلمی در مورد اتفاقات غم‌انگیزی که برای افغانستان افتاده و همینطور در مورد امید و فرهنگی که همچنان اونجا زیر اون ویرانه هاست. جهان در مردابهای سکوت از تو رو پوشانیده است، ولی اینجا بدان که بامداد نمی رسد تا از زخمهای خود مشعلهای فراراه آن روشن نکنی.
من امیدوارم فیلمم الهام بخش کسانی باشه که به دنبال گفتن قصه افغانستان هستن تا نگاه عمیق‌تری به امکانات فوق‌العاده‌ای که در زمینه شناخت تاریخ افغانستان موجوده داشته باشن. داستان افغانستان رو از زاویه دید افغان‌ها تعریف کنن و تا جایی که میتونن در موضوع دقیق بشن و با ساده انگاری به داستان افغانستان نگاه نکنن. مخصوصاً در شرایطی که آینده خیلی مبهم به نظر میرسه. مرا ببخش پدر. مجبور شدم به خاطر نجاته جانم زاری کار کنم. او را میکش پدر. تو ناخلف به خاطر عشقت مرا فروخت و در مقابل نستان شد. پدر ما ایستاد نشدیم. ای بخواهد نیست خونمان بریزی بالا سلم می کنم پدر. تو را نمیشناسم. به من پدر نگو.